امروز روز پایان سال میلادی 2020 هست سالی که با سختی هایی تو بود و پایان یافت و فردا سال جدید میلادی آغاز میشه و همچنین ایام سالگرد شهادت سردار بزرگ ما سردار سلیمانی عزیز هست که نام او، یاد او، خاطرات او و همچنین راه او و مکتب او که همون مکتب امام بود و مکتب رهبر معظم انقلاب بود اون راه و اون مکتب انشاءالله همیشه ادامه پیدا میکنه حتما دشمن ضرر کرد از این کار غلط و نادرستی که انجام داد و از این ترور وحشیانه و مطمئن باشه مردم و جوانان ایران و جوانان منطقه مقاومتر و با امید بیشتر در مسیر مقاومت و استقلال منطقه ایستادگی می کنند و همه مردم فهمیدند تا روزی که آمریکایی‌ها در این منطقه هستند این منطقه روی خوش کامل مطلوب رو نخواهد دید و ملت های منطقه انشاءالله پای این جنایتکاران و همچنین متجاوزین رو روزی قد خواهند کرد به حول و قفه الهی شهید سلیمانی و همچنین یارش ابو مهدی المهندس برای ما وجودهای ارزنده بودند من دلم میخواد اشاره کنم به یک نکته ای از زندگی شهید سلیمانی به دلیل آشنایی نزدیک چهل ساله ای که من با او داشتم واقعا سلیمانی در چیزی که میفهمید که وظیفهش هست و وظیفه ملیش هست وظیفه دینی و انقلابیش هست در اجرای اون تردید نمیکرد و این خیلی مهمه یعنی ما وقتی چیزی رو میفهمیم به عنوان وظیفه ما هست و باید برای کشورمون و برای ملتمون و برای منطقهمون انجام بدیم دیگه نباید تردید کنیم دیگه نباید از اونایی باشیم که یخشون ناس از مردم بترسیم از قدرت های جهانی بترسیم باید قدم بگذاریم و حرکت بکنیم و این عدم تردید و تصمیم قاطع یکی از نعمت است که خداوند به انسان خالص خودش عنایت میکنه دوم اعتماد به نفسی که سردار سلیمانی داشت واقعا ترها ترهای بزرگ بود من حالا اگه بخوام بگم در این نزدیک سی و سال نزدیک چل سالی که ما در مقاطع مختلف با هم بودیم با هم صحبت کردیم با هم بحث کردیم صدها بگم صدها ساعت ما با هم صحبت کردیم خیلی کم این عدده شاید هزارها ساعت در طول این چهل سال ما حرف زدیم بحث کردیم واقعا اعتماد به نفس داشت ترهایی بود بسیار مهم بسیار خطرناک ولی کاملا اعتماد به نفس داشت واقعا پا رکاب بود و من این تعبیر رو در روز شهادتش در یه جایی انجام دادم گفتم شهید سلیمانی رو من ندیدم از زین پایین بیاد از رکاب پایین نیامد از اون روزی که من او رو دیدم در جبه های جنگ در اون سال های اولیه دهه شست همیشه رو رکاب بود و همیشه تاخت و همیشه به سمت هدف رفت و همیشه موفق بود و همیشه پیروز صحنه و میدان بود موفقیت های بسیار بزرگ گاهی موفقیت هایی که باور کردنی نبود به دست آورد این اعتماد نفسی و از همه اینها مهمتر اون خلوص و اخلاص و اخلاق ای که داشت کمالات انسانی که در این مرد بود واقعا خیلی وقتا من او رو میدیدم و با هم جلسه داشتیم تو ایام هفته روزه داشت و آدم مخلصی بود واقعا حرف زدنش از دل میگفت با همه وجودش تلاش میکرد و این اخلاصی که از مسائل بسیار مهمی است که ما رو به همه جا میرسونه و اگر اخلاص نباشه هیچی نیست واقعا همه چیز بی